بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب اندر فلک شدن به پرواز پرنده ها فلک شدن به پرواز پرنده توحید را نفی میکند یکم زیرا فلک شدن توکلش را از الله قطع کرده و بر غیر الله اعتماد کرده است زیرا او به امر متعلق شده است که حقیقت ندارد بلکه آن خیال است و توحید عبادت و یاری طلبیدن است فلک شدن به پرواز پرنده ها از روی شریعت فعل بد زدن به چیزی دیده شده یا شنیده شده یا زمان یا مکان معلوم می باشد یکم به دیده شده مثل که پرنده را بیند پس به آن فعل بد زند برای آن که وحشت آور یا سیاه است دوم شنیده شده مثل کسی که قصد کار کرد پس یکی را شنید که برای دیگر میگوید ای زیان دیده پس فعل بد میزند سوم مانند فعل بد زدن به بعضی روزها یا ماها یا سالها یا بعضی جایها دلیل اول و دوم این است که الله سبحانه و تعالی میفرماید آگاه باشند که فعل بد آنها نزد الله است ولیکن بسیار آنها نمیدانند و اینچنین میفرماید گفتند آن فعل بد به خود شماست فعل بدشان در نزد الله است یعنی آن چی به آنها میرسد از خشکسالی و قحطی از جانب الله است پس او که آن را تقدیر کرده است و موسی علیه السلام و قومش به آن علاقه ندارند بلکه امر تقاضا میکند که آنها سبب برکت و خیر هستند فعل بدتان به خود شماست یعنی همراه شماست پس آن به شما میرسد پس از جانب شما و عملهای شماست خود شما سبب آن هستید در میان دو آیت توافق نیست آیت یکم دلالت بر آن میکند که تقدیر کننده این چیزها همان الله است و آیت دوم سبب آن را بیان میکند و آن از جانب آنهاست پس در حقیقت فعل بد آنها با آنهاست یعنی لازم گیرنده آنهاست دلیل سوم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نه سرایت به ذات خود تأثیر دارد و نه فعل بد گرفتن نه بوم تأثیر دارد و نه ماهی سفر روایت بخاری و مسلم مسلم در حدیث افزوده است که منازل ستاره ها و غول تأثیر ندارد دلیل چهارم در بخاری و مسلم از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سرایت و فعل بد زدن به پرواز پرنده تأثیر ندارد و مرا فعل خوشم می آید گفتند فعل چیست؟ گفتند سخن نیک فرمودند که سرایت نیست یعنی خواست که اعتقاد جاهلیت را که مرض به ذاتش تأثیر بخش است باطل نماید یا معنایش سرایت به ذاتش تأثیر بخش نیست بلکه آن سبب از برای گذشتن مرض به امر الله و فرمودند که وهامه نیست یعنی پرنده است که مانند بوم است یا خود بوم است به آن فعل بد میزنند و فرمودند و نه سفر یعنی مقصد یک ماهی سفر است عرب با آن فعل بد میکشویند خاصتا در نکاح کردن دوم یا درد است که در شکمی که شتر را میرسد و از شتر به شتر دیگر میگذرد سوم یا به قفا انداختن پس حرمت را به ماه سفر به قفا می اندازند تا در ماه محرم جمع کنند و فرمودند که و نه منازل قمر یعنی منزل های قمر برای هر منزل ستاره است و عرب به آن فعل بد می زنند می گفتند این ستاره نحس است در آن خیر نیست و بعضیشان برعکس می گفتند ستاره سعادت و خیر است و فرمودند که و نغول یعنی عرب هر وقت سفر می برآمدند شیطان ها برای آنها خودشان را به هر شکل می کردند پس در دلهایشان ترس می در آمد پس اندوگی می شدند و از رفتن به سوی جهتی که می خواستند پشیمانی می کردند چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم نفی کردند همان تأثیر آن بود و مقصد به نفی وجود نبود
پس بنده به کجای رفتن می خواهد به دل کشاد و آسانی و بر الله اعتماد کند و برود و به الله گمان بد نکند. بین این حجت ها و بین فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن اگر شومی در چیز باشد ضدیت نیست، زیرا یکم این حدیث از متشابه است و دلیلها در مذمت فال بد زدن به پرنده و آن که آن شرک است از دلیلهای محکم است. دوم، همه فال بد زدن مذمت شده است و کسی که جلب فایده ها و دور کردن ضرر در دستش است همان الله است. سوم، برای بنده از تقدیر الله به سوی تقدیر الله گرفتن از روی چنگ زدن به سبب ها روا است و فال بد نمی زنند. چهارم، شوم در حدیث به کسی می پیوندد که به آن فعال بد می زند، نه به کسی که بر الله سبحانه و تعالی توکل میکند و فعال بد نمی زند. پنجم، هر کسی از چیزی بجز الله ترسد بر وی مسلط گردانده می شود، همچنان کسی که با الله غیرش را دوست دارد به آن عذاب داده می شود و کسی با الله غیرش را امید کند از جهت آن خار کرده می شود. این را ابن قیم رحمه الله ذکر کرده است. دلیل پنجم، ابو داود به سند صحیح از عقبه ابن عامر روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فال پرسیدند، فرمودند که بهترین نوع آن فال نیک است و افزودند که فال نباید مسلمان را از کاری که اراده کرده باز بدارد. اگر شما به چیز مواجه شدید برایتان ناپسند بود که دعا را بخوانید بار الها، حسنات را فقط تو می آری و از بدی ها فقط تو نجات می دهی و هیچ قوت بازگشتن از گناه و قوت عبادت کردن را نداریم مگر به یاری تو. فرق بین فال نیک و فال بد. هر چیزی شنیده شده یا دیده شده که انسان را بر سخن یا فعل ستایش شده چقان و چلان می سازد. فال بد باشد به چیزی دیده شده یا شنیده شده یا به زمان یا مکان نمعلوم است. فال نیک توکل را زیاد می کند، فال بد توکل را ضعیف می کند. فال نیک حکم آن مستحب است، فال بد حکم شرک اصغر است هرگاه اعتماد کند که آن سبب است. دوم، شرک اکبر است اگر اعتقاد کند که خود آن تأثیر دارد. فعل نیک در آن گمان نیک به الله تعالی است، فعل بد در آن گمان بد به الله تعالی است. فعل نیک این حال یکتاپرستی محقق توحید است، فعل بد این حال منافق و کافر است. فعل نیک به قصد و به تکلف می آید، فعل بد به قصد می آید مثل ایافه. فال نیک تو را نرفتن میماند و نه بازگشتن و بر آن چی شنید یا دید اعتماد نمی کند، لیکن شاد و چالاک می شود. فال بد تو را رفتن میماند یا می گرداند به اینکه بر آن چیزی که دید یا شنید اعتماد می کند و سببی پیش رفتنش بود. فال نیک موجب وابستگی به الله می شود، فال بد موجب وابستگی به فال بد زده شده می شود. مثال یکم، شخص خاص ازدواج کند، پس وقتی از نام دختر پرسید گفته شد حنا، پس ازدواج کرد. و دیگری از نام دختر پرسید، پس گفته شد صخره، پس ازدواج نکرد. پس هر دویش از باب فال بد زدن است، زیرا فال بد زدن چیزی است که تو را پیش می برد یا باز می دارد. مثال دوم، شخصی از نام دختر پرسید، بعد ازدواج، بعد توی، پس نامش را سعاده یافت، به این شاد شد. این از باب فعال نیک است، زیرا سبب ازدواج کردن یا مانع آن نشد و البته شاد شد بعد که ازدواج کرده بود. بعضی مردم قرآن را برای فعال زدن میکشویند، پس هرگاه به ذکر دوزخ نظر کرد فعال بد میزند و هرگاه به جنت نظر افتاد میگوید این فعال نیک است. این مانند عمل جاهلیت است که به چوبها فال میکشودند. عقبه ابن عامر، درستش عروه ابن عامر است و مسلمی را نمیگرداند، یعنی از این فایده میشود که
کسی رو فعلی بد از حاجتش گرداند پس مسلم نیست. و فرمودن که و قوت نیست مگر به تو، یعنی حرفی با اینجا یکم به معنای فی یعنی در، دوم یا برای یاری جستن، سوم یا برای سبب است. اقسام مردم به فعل بد زدن: یکم او را از حاجتش نمی گرداند و بر الله توکل کرده می رود. این حال یکتا پرستی الله تعالی و اصل همین است. دوم می ایستد و فعل بد را قبول میکند و عمل را ترک میکند. این شرک اصغر است و آن را سبب اعتقاد کردنش، و شرک اکبر است و آن را به ذاتش تأثیر بخش اعتماد کند. سوم به کارش ادامه می دهد لیکن با ناآرامی و غم اندو از تأثیر آن فعل بد زده شده می ترسد. این گناهکار است. دلیل ششم و هفتم این است که ابو داود این حدیث مرفوی ابن مسعود رضی الله عنه را روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فعل بد زدن به پرواز پرنده شرک است و هیچ کس از ما چنین نیست که گاه در دلش گمان نگذرد، ولی الله این طور چیزها را به توکل بر او از بین میبرد. روایت ابو داود و ترمذی، و ترمذی آن را صحیح گفتند و آخر آن را از سخن ابن مسعود قرار داده است. دلیل هفتم در مسند امام احمد که حدیث ابن عمرو روایت شده است، هر کسی که فعل بد او را از دوام دادن کارش باز بدارد او شرک آورده است. گفتم کفاره این گناه چیست؟ فرمودند بگو بار الها خیر بجز خیر تو و فعل بجز فعل تو و معبودی بر حق جز تو وجود ندارد. دلیل هشتم احمد از حدیث فضل ابن عباس روایت کرده است، البته فعل بد زدن به پرواز پرنده اون چیز است که تو را به کار وادارد یا از کار باز دارد. فرمودند که نفری از ما نیست مگر، یعنی نفری از ما نیست و مگر فعل بد می زند، و این از ترک اون چیز است که ذکر اون قبیح است و از لفظهای شرکی دور بودن و توحید را در لفظها تحقیق کردن به وجودی که حمایه کننده کفر کافر نیست. توکل همان اعتماد صادق بر الله در قلب فایده ها و برطرف کردن ضررها و باور داشتن به او و چنگ زدن به سبب هایی که الله سبحانه و تعالی آن را سبب قرار داده است. علاج فعل بد زدن چیست؟ در جواب گفته می شود که یکم تحقیق توحید، زیرا فعل بد را الله تعالی به توکل از بین می برد و دلکشاد می شود. دوم گفتن دعایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، ای الله خیر جز خیر تو نیست. سوم به خیر فعل نیک میگیرد و فعل بد نمیزند و فعل بد بر فکرش نمی آید. چهارم هر چیزی که مصلحت است، از آن در یکم کوشش کردن عقب منشین، چند بار کوشش کن تا الله تعالی برای تو آن را کشاید. فرق بین قرآن و به چوبه ها فال زدن: قرآن حکم آن جایز است، به چوبه ها فال زدن گناه کبیره است و آن از قمار است. قرآن به آن مقصد شرعی حاصل می شود، اما به چوب فال زدن به آن مقصد شرعی حاصل نمی شود. قرآن برای معین کردن حق دون نزاکون که برای آنها نفس حق به تعین است استفاده برده می شود. به چوبها فال زدن باشد برای معین کردن خیر از شر استفاده برده می شود و به اعتماد بر نصیب شباهت ادعای علم غیب دارد. قرآن عمل یکتاپرستان است. به چوب فال زدن عمل مشرکان است. قرآن برای صف اول و اذان است. به چوب فال زدن برتری و پرتافتن تنگه های معدنی و شمردن است. قرآن برای صاحب حق جدا میکند و تقسیم امکان ندارد. و چوب فال زدن برای کسی که حق ندارد جدا میکند و تقسیم امکان دارد. اکنون مسئله های موضوع: یکم تنبیه آیت آگاه باشن فعل بد آنها نزد الله است با آیت فعل بد شما با شماست، در بینشان تعارض نیست. دوم نفی تأثیر سرایت،
یعنی تأثیر کردن خودی آن، نه اینکه آن سبب تأثیر است. سوم، نفی فعل بد، نفی تأثیر آن است، نه وجود آن. چهارم، نفی تأثیر بوم، بوم یا پرنده که شباهت آن را دارد. پنجم، نفی تأثیر ماهی سفر، زمانها در تأثیر و تقدیر الله هیچ دخالت ندارد، پس ماهی سفر مانند دیگر زمانها است، در آن خیر و شر تقدیر کرده می شود و بعضی مردم هرگاه در ماهی سفر چیزی را تمام کند تاریخ روز را نویسته می گوید در ماهی سفر خیر تمام شد، و این از اصلاح کردن بدعت به بدعت و جهل به جهل است، پس آن نه ماهی خیر است و نه ماهی شر است. ششم، مستحب بودن فعل نیک از سخن نیک. هفتم، تفسیر فعل نیک، هر چیزی که انسان را بر چیز خوب فعال میزند. هشتم، وقوع و احساس فعل بد در دل اشکال ندارد و توکل بر الله تعالی آن را از بین خواهد برد. نهم، چی دعای بخواند کسی که از فعل بد متاثر شده است، ای الله خیر جز خیر تو نیست. دهم، تصریح این مطلب که فعل بد شرک است، با بین مفصل هرگاه تأثیر آن اعتقاد کند پس آن شرک اکبر است، و هرگاه آن را سبب اعتقاد کند پس آن شرک اصغر است. یازدهم، تفسیر فعل مذمت شده، چیزی که تو را من نمی کند یا تو را من می کند.